درود بر شما همیهنان گرامی. امروز چهارشنبه 13 مرداد با خلاصه مهمترین خبرهای آواتودی در خدمت شما هستم. به گزارش آواتودی، خبرگزاری رویترز اعلام کرده است کشورهای بریتانیا، رومانی و لیبریا در پی حمله پهپادی جمهوری اسلامی به نفتکش مرسل استریت تحت مدیریت اسرائیل و حامل پرچم لیبریا در دریای عمان بر علیه این اقدام جمهوری اسلامی به شورای امنیت سازمان ملل شکایت بردند. به دنبال آتش‌سوزی گسترده در کوهستان هایغر و عدم تلاش جمهوری اسلامی در مهار کردن آتش‌سوزی، 4 نفر از نیروهای داوطلب مردمی با نامهای ناصر بهزادی، حامد بهزادی و رضا بهزادی پدر و 2 فرزند شجاعش در حین اطفای حریق به شهادت رسیدند. به گزارش آواتودی، مایک پامپئو در پی حضور در شبکه فاکس نیوز با اشاره به حمله جمهوری اسلامی به کشتی مرسل استریت، مماشات دولت جو بایدن با جمهوری اسلامی را دیوانگی خواند. مرکز حقوق بشر کردستان گزارش داد بامداد چهارشنبه 13 مرداد 1400 عوامل تروریست سپاه پاسداران در ارتفاعات مرزی اورامان اجناس 45 کولهبر را ضبط کردند و سپس یک کولهبر را با هویت عبدالباسط مریوانی را از پرتگاه گناورا به پایین پرت کردند. امروز چهارشنبه 13 مرداد ماه سفارت صربستان در مسکو اعلام کرد میروسلاو لوزانسکی، سفیر 70 ساله این کشور، در روسیه بر اثر حمله قلبی درگذشت. جنرال بنی گانتس و یایز لپید، وزیران دفاع و خارجه اسرائیل، در دیدار با سفیران کشورهای عضو شورای امنیت ارزیابی خود را در خصوص حمله تروریستی به کشتی مرسل استریت بیان کرده و مدارکی را به آنها نشان دادند. به گزارش آواتودی، سازمان‌های مختلف جمهوری اسلامی در بیانیه‌ای نوشتند اتحادیه اروپا نمی‌تواند در اجرای حقوق بشر اعتبار داشته باشد اگر از ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جمهور ایران تجلیل کند. وبسایت آرگوس مدیا با استناد به فایل صوتی مکالمات بین گارد ساحلی امارات و کارکنان کشتی آسفالت پرنسس اعلام کرد 5 یا 6 ایرانی وارد این کشتی شده بودند که مورد سوءقصد برای ربایش قرار گرفت. با سپاس از همراهی شما شنوندگان گرامی، شب و روزگارتان خوش.